خوش اومدیم به بخش آخر برنامه امروز طبق روال دوشنبه در خدمت خانم میترا بابک هستیم. خوب هستین خانم بابک؟ من خیلی خوبم. بحثمون که ادامه بحث هفته گذشته دقیقاً است در مورد م... و خیلی از من خواستن که این بحث رو هنوز ادامه بدیم برای اینکه اینقدر مسائل پیچیده و سوال ها زیاده که واقعا درست میگه. من هفته گذشته نم... نبودم که من در جریان دقیقاً تو با رابطه بلای تکلیف هستین نمیتونیم بیایم بیرون و نمیتونیم بمانیم. آخ آخ بده. خیلی از دوستانمون نوشته بودن در مورد این مسئله که توی رابطه موندن حالا ازدواج کردن موندن فقط به خاطر اینکه خواهر و برادرشون زندگی خوبی ندارن و فقط واسه اینکه خانواده‌شون رو خوشحال کنن که بگن شما حداقل خیالتون از بابت من راحت باشه یکی از دوستان حتی نوشته بود که شوهرش کتکش میزنه و واقعا شوهر مناسبی نیست ولی حاضره که بمونه اونجا حداقل به خاطر اینکه پدر و مادرش خوشحال باشن یه یه جورایی من دارم خودم قربانی میکنم ایثارگری میکنم که خانوادم بیشتر از این عذاب نکشن بیشتر از این ناراحت نشن و به هیچ نفر برای من نوشته بود فقط با خدای خودم راز نیاز میکنم به هیچ کس نمیگم تقریبا شبیه همین کیس بود که فراوون داریم مشابه ایثارگری ما همیشه میگیم ایثارگری غلطه تحمل غلطه صحبت کن با این مرد با این همسر با این یارت به چه حقی به تو بی احترامی میکنه به چه حقی دست رو تو بلند میکنه انسان حق نداره که دیگری رو بزنه حالا چه زن مرد رو بزنه چه مرد زن رو بزنه ولی تو جامعه ما معمولا خانم ما بیشتر کتک میخورن متاسفانه باید کاری بکنه اینه که ایثارگری بکنم نمیدونم بچه داره یا نداره بعضی کیسا بچه هم دارن خب بچه چی از تو یاد میگیره میشه مادر مظلوم و پدر ظالم خب اون پدر ظالم حتما قربانی در بوداغونه که این رفتار رو انجام میده بره بیماره بره خودش رو درست بکنه اینه که من عصبی همینی که هستم بی خود همینی دلون. که هستی اصلا معنی نداره کس را اومدن خیلی اومدن تو این ور آبا این ور آبا قانون فرق میکنه دست روزن بلند می‌کردن حالا که اومدن این ورا با فهمیدن قانون نیست دیگه قانون جدیه در برابرشون کوتاه اومدن با این قضیه خب اگه تو عصبانی هستی دست خودت نیست چطور وقتی قانون میاد وسط دست خودت میشه پس اینجا از نظر روانشناسی همون انگر منیجمنت یا اداره کردن خشم و عصبانیته تو میتونی اگه کمک درست بگیری تو میتونی از این عصبانیت های به اصطلاح دست خودت نیست بیای بیرون اینجا که هم نمیتونم بکنم چه برسه که بخوام دست بولم بزنن و حق ندر... اصلا حق, نداری توهین کنی ولی خانم بابک نظرتون چیه که اگه نتونستن مشکلشون رو با شوهرشون برطرف کنن بتونن اینقدر راحت با خانواده‌اش صحبت کنه با پدر و مادرش صحبت کنه که و اونا قبول کنن که بتونن جدا بشه. ببین یه کیسی برای من نوشته بود که من ازدواج کردم همون ابتدای ازدواجم سنتی ازدواج کردم متوجه شدم که اشتباهه الان در حال تو پروسس طلاق هستیم و نیمه کار طلاق هستم ولی پدر مادری دارم بسیار بسیار مهربان و حمایت کننده خوب اسمشون هم محمود و محسوم است فکر میکنم کنم از طرف من از پدر مادرم تشکر کن که انقدر خوب از دخترشون حمایت کردن و طلاق منو انقدر آسون کردن برای من زندگی آیندم طبیعتا خوب سیف شد با این قضیه یکی از اینجوری یا پدر مادر اینجوری حمایت میکنن از قضاوت مردم نمیترسن زودتر تا میفهمن یه چیزی غلطه زودتر از این مرداب میکشن بیرون قبل از اینکه بچه هم بیاد وسط قربانی های دیگه یکی مثل پدر مادرای مثل این کیس قش و ضف میکنن خیلی بزرگش میکنن یا واقعا مریض میشن وای آبرومون رفت مردم چی میگن اون پسرم که اینجوری این دخترم که اینجوری بعد ما،, ما, نمیتونیم از تو حمایت کنیم تو بیای خونه ما خرجی چی میشه مسائل مادی خیلی خیلی زیاد داره مردم اذیت میکنه خیلی ها به خاطر مسائل مادی گیر کردن میترسن از اون رابطه بیان بیرون یعنی خود... هستن که نتونن زندگیشونو تامین کنن نتونن میدونی که این ور آبا پول هفتگی رو میدن خونه رو میدن اونور آبا هیچی یه زن هیچی نداره اگر کار نمیکنه و واقعا حتی با بچه هیچ حمایتی نداره و طبیعتا حاضر تو رابطه خیلی بد بمونه اینجاست که خیانت ها بیداد کرده دیگه وقتی من عشقم رو کسی رو که دوست میدارم رو در،, در, کنارم نیست پس میرم یواشکی که خیانت میکنم یا خودفروشی میکنم نهایت بدبختی و فساد همینه دیگه کمبود مشکلات مالی مشکلات فرهنگی متاسفانه یکی دیگه از دوستانمون نوشته بود که من دوست پسرش رو دوست نداره خیلی مم. ولی هر موقع که صحبت از جدایی میکنه اون میگه که عاشقشه نمیتونه بدون اون زندگی بکنه و خل... خلاصه خیلی خودش آره ناراحت میکنه و اون از وجدان میگه زاری. و باز آره آه. میمونه توی اون رابطه احساس گناه میده. و احساس گناه بهش میده بله میگم دوستت ندارم گریه و زاری به فرض میکنی اه. التماس هم میکنی که بمون بمون اگه من به خاطر گریه و زاری تو موندم دارم به خود و به تو خیانت میکنم به همین سادگی یا به من میگی دوستت ندارم اگر من گریه و زاری میکنم نهایت تحقیر رو دارم به خودم میکنم اگه دوستم نداریم، منم دارو دوست ندارم دنیای روانشناسی اینو میگه نه به بچه‌مون بلکه به یارمون به همسرمون به دوست دختر یا دوست پسر رو میگم تا زمانی که دوستم داری دوستت دارم اگر دوستم نداری دوستت ندارم به همین سادگی میدونم برای خیلی اصلا عجیبه که مگه میشه انقدر ساده نیست ولی الان براشون باز میکنم که چه مراحل رو باید بگذرونیم ولی این صدا رو باید بیاریم بیرون برای خود و برای دیگری تو چجوری میتونی زجه بزنی زانو بزنی توی مرد یا توی زن توی دختر یا توی پسر التماسش کنی که منوول نکن خب بدبخت بعدا با خیانت های متعدد تو رو ول میکنه بعدا هزاران سرکوفت به تو میزنه که من از تو بدم میاد من که تو رو دوست ندارم ولی به خاطر اینکه دلم سوخت واسد هفته پیش در مورد ترحم صحبت کردیم دلم واسد سوخت یا دلم واسه باباتون سوخت موندم یا دلم واسه مامانتون سوخت این چه صدایی که تو فردا بچه‌هاتم بعد بشنوم؟ میشی پر از عقده مادر خوب یا پدر خوبی هم که برای بچت نیستی یه نفر نوشته بود برای من که با یه نفر دوست شدم بعد خیلی از همه نظر خیلی به هم میخوریم ولی از روز اول به من گفت من اهل ازدواج نیستم من نمیخوام ازدواج کنم ازدواج کرده قبلا یه پسر داره من ازدواج کردم طلاق گرفتم و بچه ندارم و الان که یه مقدار مسائل جدی تر شده بهش میگم میگه که من اصلا فکر ازدواج نکن من حتی تحمل بچه هم توی یه روز کامل ندارم من نمیتونم یه نفر رو دائم تحمل کنم من خیلی لذت بردم از این آقا بینی چرا؟ برای اینکه خیلی صادقانه از روز اول حرف زده گفته من اهل ازدواج نیستم دوم من خیلی صادقانه و عاقلانه فهمیده که نه کالای ازدواج بوده و هست و نه کالای پدری بوده و هست حالا یه پسر بچه داره که حالا امیدوارم لاقل پدر بهتری برای بچهش بشه و خوشحالم و خوشحالم برای این خانم اتفاقا که اینقدر صادقانه این آقا صحبت کرده تکلیف رو روشن کن اهل ازدواج نیست صادقانه هم داره بدبید. بهتر از اینه که دروغ بهت بگه مثل یک کیس دیگه ای که میگفت متعهل بود اول به من نگفت بعد فهمیدم که متعهله بعد همش قول به من میداد که طلاقشو میدم من زنم و دوست ندارم ازدواج سنتی بوده حتما مطمئن باش من حتما طلاقش میدم یک سال این رابطه ای ما گذشت علاقه ما خیلی شدیدتر و نزدیکتر شد تا فهمیدم که خانم دوباره خانمش دوباره زایمان کرده اینجا بود که دیگه خیلی ناراحت شدم که تو انقدر میگفتی زنمو دوست ندارم خانم حامله بوده و هم با زایمان کرده حالا که بچه ها شش ماه شده گفته من, من بچه همو بعد انتخاب کنم من امتحان تو رو انتخاب کنم تمام وجودم شکست ذره ذره شد اول بهم دروغ گفت نگفت زن دارم حالا هم که بهم قول داده بود که حتما با من اونو جو طلاق میده منو با من ازدواج میکنه بعد انقدر خشمم زیاد شده که آرزوی مرگ زن و بچه‌شو میکنم واو چقدر برقم میبینی به همین حالت میرسه دق... دقیقا وقتی که من احساس خیانت بهم به میشه احساس خورد شدن میشه میخوام دیگرانم خورد کنم احساس انسان اینجوریه انسانی که مهرتلبه انسانی که کمبودهای درونیش، درونیش درونیش زیاده به همچین مراحلی از زندگیش میرسه که آرزوی مرگ دیگری رو میکنه و, و خیلی صادقانه نوشته بود حالا مهم اینجا اینه که این بانو دقت بکنه ببینه که خب این آقا که صادقانه ب... صادق نبود اون یکی صادق بود این کیست ما میخوایم تفاوت ببینیم خانمی که صادق بود این بوی فرندت باهات تقدیرش بکن و لطفا از زندگیش بیا بیرون نه ترسین آخر دنیا نمیشه این شازده خانم ش... آقا شازده از آسمون نیفتاده این توفه از آسمون نیفتاده پایین سیمپل از ده همین راحتی فکر میکنیم که واو این دیگه چه توفه‌ای بود از این توفه ها فراوونه سعی کن توفه واقعی خوب پیدا کنی اول خود توفه خوب بشی این کار اساسیه اول های خودم رو پیدا کنم آخر دردناکه سخته زجه میزنم وقتی که یارم منو ترد میکنه یا یارم منو نمیخواد میسوزه آدم هممونم یه جورایی گیر کردیم از دوره تینیجریمون یا تو هر سنی و بالاخره یه همچین شی... نه اکثرا حالا اگر همه نه اکثرا ما این تجربه رو کردیم که سوختیم آتیش گرفتیم خواستیم خود کشی کنیم دنیا دیگه با آخر رسیده بود برامون فکر میکردیم خیلی سخته برامون زندگی کردن اما الان با درایت دقت بکن این مرحله یه مرحله سوگواریه این مرحله سوگواری پاس میشه میره ما سوگواری رو همش میگیم اگه یکی بمیره از دست دادن هم سوگواریه این مرحله همونقدر که آدم عزیزش رو از دست میده فکر میکنه دیگه نمیتونه زندگی بکنه بعد زندگی هم میکنه خب این که دیگه یه بویفرند فرند یا یه همسر بود طبیعتاً میتونم زندگی کنم سخت نگیرم گریه میکنم بکنم یه نفر مشکل داشت با همسرش نتونستن ازدواج مجدد درون تو تراپی بودن ازدواج مجدد درون ازدواج بکنن چون خانم نمیخواست رفتیم برای طلاق سالم طلاق سالمم خیلی خوب داشت پیش میرفت آقا یه دفعه دوباره عصبانی شد و همه کاسکوزه های ما و تراپی رو به هم ریخت و بعد وارد یه رابطه هم شد همون موقع که من آگاه بودم به من میگفت من خیلی بهش گفتم این کار رو نکن غلطه وقتی از این رابطه میای بیرون نباید سری وارد یه رابطه بشی آخه خیلی ناراحتم افسردگی میترسم بگیره خب بگیری یعنی چی هم؟ تو که تو تراپی هم که حالا هستی حمایت و دوست دوستات هم که در کنارت هستن مردی گفتن یه زنه زنی گفتن مردی گفتن. افسرده میشم یعنی چی؟ صوبا... که... که چی مثلا این ترس های غیر واقعیه. این لوس بودنه زجه ها بزن گریه ها تنهایی بکن حوار بزن صبر کن این مرحله میگذره آخر دنیا نیست این مراحل خیلی طبیعی وقتی بگذره من پینکیلر یا قرص مسکنم به عنوان یه یار جدید پیدا نکنم به نفهمه. به تو این مرحله یاد بگیرم اون پوست روانیم کلفت میشه بعضی یاد وقتا این تجربه آدمو قوی تر میکنه خیلی قوی تر میکنه تازه خیلی وقتا وقتی که بر میگردیم یادمون میفته که چه زجه هایی زدیم چه گریه هایی کردیم چه تهدیدایی کردیم خودمون خجالت میکشیم خودمون خندمون خندمو میگیره. ولی اون لحظه تو اون شرایط آدم این احساس رو نمیکنه فکر نمیکنه خنده داره فکر نمیکنه مسخره است فکر نمیکنه آخه بی عقلیه این حرکت عواطفه عواطف اومده کاوراب کرده منطق منو گرفته من نمیتونم منطقم اجازه به من نمیده که نگاه کنم حالا اتفاقا صحبت از منطقه و عاطفه کردین یکی از دوستانمون نوشته بود که دوست پسری داره که سی سالشه خیلی هم بهش علاقه داره ولی این آقا کار نمیکنه بیکاره یعنی اصلا هیچ منبع درآمدی نداره از نظر منطقی خودش میدونه که اصلا نمیشه با همچین کسی زندگی کرد از نظر عاطفی خب به خاطر اینکه خیلی دوستش داره میگه اگر که بشنوم یه زمانی با کس دیگه ازدواج کرده میمیرم این الان نمیشه چیکار میشه کرد خب اولا اینکه آقای مرد سی ساله هنوز کار نمیکنه خب این چه وضعی چه... یعنی این مکالای ازدواجه؟ به او خیالش راحت بیاد ازدواج به من, از من آخه این آقایی که اه... اه... کار نداره بیکاره آخه کسی بهش زن نمیده یا زن آقلم نمیاد زنش بشه برای اینکه همینطوری که نمیشه زندگی کرد من نمیگم کار آنچنانی باید داشت پول آنچه اصلا اینجوری من نمیگم ولی باید نونه به خورو نمیداشته که من یک یه... کیس دیگه که الان خیلی میخوره به این قضیه ببین خیلی وقتا الان بعض خانوما شدن پرووایدر یا ناناور خانه وای 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 به حالت آقا بیچاره و بدبختی از نظر فرهنگی مخصوصا که زن بشه پرووایدر یا ناناور به زن خیلی فشار میاد خیلی خیلی الان یکی از کیسا همینه یعنی چند تا از کیسا برای من نوشته بود که آقا نمیره سر کار خانم داره کار میکنه خانم هم دیگه به اینجاش رسیده میخواد خفش کنه نمیتونه از زندگی بیاد برون برای که بچه داره و نمیتونه تو این زندگی بمونه خب آقا کار پیدا کن نهایت تحقیره تو چجوری میتونی بشینی توی خونه زن ناناور خانه باشه انواع اقسام هم که باهانه های مختلف دارن یک یکیشونه که از کیسای من فوراور استودنت همش میگه میخوام درس بخونم دارم آنلاین درس میخونم ببین بچه‌ها رو نگران میدارم چقدر تغییر میکنی خودتو برای زن سخته که ناناور باشه هرس میخوره عذاب میکشه آتیش میگیره میسوزه و شاید بسوزونته و شاید بچه ها هم بسوزن وقتی از خونه میاد ببینه آقا تو خونه است خب خیلی سخته برای مردم خیلی سخته که خانم از بیرون میاد هی تو سرش بزنه بهش بگه چرا خرج کردی چرا این کار کردی چرا سر کار نمیری خب واسه خود مشکل درست کردی تکون بده خودتو کار پیدا کن کار عیب نیست حتی شامل همه خانواده ها نمیشه قبول ول... نداری؟ آف کورس نمیشه یعنی بعضی ها هستن که یه شرایط ایجاب میکنه که خانم کار کنه آقا توی خونه باشه ببین چرا ما اینجوری فکر کنیم که مثلا خانم تو خونه میمونه آقای ببین کار ببین مرجان جان ما فرهنگی داریم صحبت میکنیم ما از فرهنگ قبول نمیکنیم ما از فرهنگ خودمون داریم صحبت میکنیم فر شما نگاه کنین این مردایی رو میگه که از زیر کار کردن در, در میارن یه جورایی نه اینکه که ببین یکی از یکی از, از ممکنه مرن. مریض شده نمیتونه به سر کار دست خیلی فاصله داره یکی از ممکنه که واقعا بیکار شده واقعا از کار بیکار شده و دنبال کارم هست ولی من کیسای خودم من کار, کار در, در میره, میره. یکی آره که باشه یکی تمبلی. نمیخواد به تنبلی داره میکنه و حاضر این حقارت رو تحمل بکنه ولی نره سر کار ببین فرهنگ غرب میتونه راحت تر بپذیره ببین از نظر بایولوژیکلی اگه نگاه بکنیم از نظر طبیعی نگاه بکنیم اصلا جنس نر پرووایدره جنس نر باید بره شکار کنه غذا بیاره این این چیزی طبیعیه بعد از نظر فرهنگی اگه دقت بکنیم فرهنگ غرب راحتتر الان اینو پذیره برای اینکه آقا توی خونه است اعلام میکنه به همه خجالت هم نمیکشه جامعه هم چیزی براش نمیگه قضاوت نمیکنه و وقتی هم که خانمش میاد قضا آماده است نه قوری میزنن به هم دیگه با هم همکاری میکنن خانمم خیلی خیلی تشکر میکنه از آقا که زحمت میکشه بچه ها رو مثل خانم امانپور چی چی امانپور ام ام رپورتر امریکا سی ان ای کریستیان <تسجن> <تسجن> امانپور کریستیان <تسجن> امانپور فکر می کنم اینجوری قصه که همسرشون آمریکاییه کریستیان <تسجن> امانپور امانپور خانواده بوده برای سالها فکر میکنم و هیچ مشکلی پیدا نمیشه برای اینکه اون با آقا با افتخار میگه خانمم کیه حسودی نمی کنه آخه بدبختی اینجاست که مسئله فرهنگی ما آقا نصر کار میره حسودی هم میکنه جلو خانمم نمی پیش, پیش رفته میگیره ادعا هم داره خب اینه پدر آدم در میاد دیگه ولی فرهنگ ما نمیتونه اینو بپذیره جامعه ما نمیتونین بپذیره ما نمیتونیم با فرهنگ غرب بریم جلو وقتی جامعهمون فرهنگ غرب رو نه اصلا حزمش نکرده باید نگاه کنیم به فرهنگ خودمون که فر... چون یکی از تخصصهای من فرهنگ شناخت فرهنگ هست. فرهنگ مهمه چجوری ما بتونیم با این فرهنگ کنار بیایم و من تعصف می خورم واسه آقا برای اینکه یه خانمایی هستن که خیلی سرکوف میزنن له میکنن اون مردو بیشتر یه خانمایی هستن که آقاه هر تو خونه کارم نمیکنه خانمو داره لح میکنه خب غلط دیگه هر دو باید در کنار هم یکی حقوقش بیشتره یکی حقوقش کمتره مهم نیست تو زندگی زناشویی ما مهمه نه من دوست. ولی متاسفانه ما نداریم من 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 تو تا اصلا کلا اگه دقت کنیم ما ما من دیگه خانم بابکی یک سوالی من می‌خواستم بکنم حالا یه مقدار بحث رو یکم ببریم توی وادیه دیگه کسایی هستن که توی های قبلیشون گیر میکنن یعنی حالا من کسایی که خودم نمونه‌های زیادش خیلی دیدم که مثلا وارد رابطه‌ای میشن ولی هنوزم اون قبلیه رو بیشتر دوست دارم بعد اون قبلیه بعد مدتی برمیگرده بعد اینا گیر میکنن که الان اینو چیکار کنن عین خوشحال وسط دو نفر میبینن نفر زمانی دو که شاید من, شاید. من از این رابطه دارم میام بیرون نباید برم توی رابطه دیگه به همین دلیله وقتی از یه رابطه میام بیرون به دو دلیل میرم وارد یه رابطه دیگه میشم یکی میخوام لجبازی کنم یکی انقدر دردناکه واسه میخوام قرص مسکن بگیرم این بدبخت جدیدی هم که اومده توی رابطه خبر نداره که قرص مسکنه فکر میکنه که فوراور آنتی بیوتیک هرت میشه داغون میشه برای وقتی متوجه میشه که یار من هنوز داره به یار قبلیش فکر میکنه کیس جدیدو خراب میکنم رابطه جدید رو خراب میکنم رابطه قبلی هم اجازه میدم وارد رابطه هم میشه نه رابطه قبلی اگه درست بود که چرا رفتم درسته. ببین چقدر مسئله ام. چقدر ساده میشه نگاهش کرد وقتی عمیق بهش نگاه میکنیم چرا من رفتم چرا اون مشکلمون کار نکردم و رفتم حالا که رفتم زمان بدم نگاه کنم ببینم رابطه چرا غلط بود کجاهاش غلط بود که به اینجا رسید آیا میشه دوباره سازی کرد برای همون رابطه یا اینکه نه اون رابطه رو با زمان میذارم کنار وارد رابطه تازهتر و سالم تر همین که این تموم شد زرتی به پری آدم ده... سریع دقیقا. ده. ده. <تصفيق> <تصفيق> همون دقیقاً درست میگه اینجاست که ما خرابکاری میکنیم استر. از این رابطه به اون رابطه به اون رابطه آخرم تو سر خودمون میزنیم ما که شانس نداشتیم خودت زدی خراب کردی دیگه مرسی خانم بابک خب سال هفته آینده چی سال هفته آینده رو همینطور ادامه بدیم چون خیلی خواستن که این, این این سوال ادامه پیدا کنه فقط وقتی که میای رو صفحه فیسبوک بنویسین بولت پوینتی بنویسین مشکلتون تو روی رابطه تو مشکلتون چیه حالت بولت پوینتی چون من میخوام یه آمارم بگیریم از این طریق که اکثر مشکلات از چی داره میاد درسته بسیار هم عالی مرسی خانم بابک رسیدیم به پایان برنامه امروز راه ارتباط با ما رو که میدونین فیسبوک منو تو پلاس وبسایتمون و گوگل پلاس همینجا به همراه مرجان و خانم بابک ازتون خدافظی می کنیم تا فردا خدا میارتا.